فوری زلمای خلیلزاد پس از پاکستان برای گفتگو با اشرف غنی به کابل آمد. دوستان عزیز سلام، باز هم به یکی از ویدیوهای ما خوش آمدید. لطفاً تا پایان این ویدیو با ما باشید و چینل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فشار دهید. به گزارش خبرگزاری خام پریس، سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل میگوید که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان بعد از سفرش به پاکستان به کابل آمده است. جیفر دیاب سخنگوی سفارت آمریکا در کابل در گفتگو با خام پریس این خبر را تایید کرد، اما در این مورد جزئیات ارائه نکرده است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان صبح روز جمعه در یک سفر نامنتظره وارد پاکستان شد و با مقامات دولت اسلام آباد در مورد جریانات و تحولات اخیر منطقه پس از سقوط هواپیمای نیروهای هوایی آمریکا در ولایت غزنی و بنبست جدید در مذاکرات صلح با گروه طالبان گفتگو کرد. گفته می شود در این سفر خلیلزاد با وزیر امور خارجه پاکستان و برخی دیگر از مقامات این کشور دیدار کرده است. پیش از این نیز مقامات پاکستانی اعلام کرده بودند که گروه طالبان با کاهش خشونت‌ها در افغانستان موافقت کرده بودند، اما حکومت افغانستان گفته بود که طرح اساسی این حکومت برای گفتگوهای صلح برقراری آتش بس است و کاهش خشونت جنبه عملی ندارد. تا اکنون 9 دور گفتگو میان نمایندگان آمریکا و گروه طالبان برگزار شده، اما به نتیجه نهایی منتهی نشده است. در آخرین دور از گفتگوها، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان از رسیدن به توافق در اصول با طالبان خبر داد و گفت این توافقنامه برای اجرای شدن نیازمند تایید آقای ترامپ است. اما یک هفته پس از آن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفتگو با طالبان را لغو و اعلام کرد. آقای ترامپ پس از آن این تصمیم را گرفت که یک حمله طالبان در کابل با کشته شدن 12 نفر از جمله یک سرباز آمریکایی هم انجامید. در همین حال گفته می شود که خلیلزاد عصر امروز با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیدار و گفتگو خواهد کرد. آیا طالبان برای صلح آمادند؟ به گزارش روزنامه 8 صبح، در وضعیتی که تلاش ها برای ختم جنگ و حل سیاسی شدت گرفته است، طالبان آمادگی لازم برای ورود به این تلاش ها ندارند. تلاش های جهانی برای حل سیاسی جنگ با این فرض آغاز شده است که طالبان بخشی از یک حکومت مشارکتی و سیستم رقابتی سیاسی باشند که در آن شهروندان از طریق مشارکت سیاسی و انتخابات حکومت کنندگان را برگزینند و کثرت‌گرایی سیاسی در آن تمثیل شود. به بیان دیگر تلاش ها بر این امر متمرکز است که طالبان بخشی از یک نظام جمهوری باشند که مبتنی بر یک دموکراسی نمایندگی و کثرت‌گرایی سیاسی است، اما فکر سیاسی طالبان برای چنین چیزی آماده نیست. طالبان هنوز هم خودشان را یک امارت می دانند. امارت به معنای یک حکومت غیر انتخابی است که ادعا می کند مشروعیت دینی دارد. در رأس امارت هم یک امیرالمومنین قرار دارد بر مبنای فرهنگ سازمانی که طالبان در 2 دهه گذشته شکل دادند. اطاعت از امیر اساس فکر سیاسی و رفتار فرهنگی آنان است. این گروه برای گسترش صحیح حاکمیت امیرالمومنین خود می جنگد. گروه طالبان احساس می کند که رسالت تسخیر سراسر افغانستان و گسترش امارتش را بر عهده دارد. به نظر می رسد که این فکر در شاخه نظامی آنان بسیار طرفدار دارد. نگارنده در یک نوشته دیگر آورده بودند که اگر طالبان نرمش هم نشان بدهند، آن نرمش فراتر از پیشنهاد یک امارت مشارکتی نخواهد بود. طالبان به احتمال زیاد به مذاکره کنندگان طرف مقابل خواهند گفت که امارت قبلی آنان مشارکتی نبود و به همین دلیل ناکام ماند و حال این گروه یک امارت مشارکتی میخواهند و هر کسی که با امیرالمومنین آنان بیعت کند شریک تضمین شده امارت خواهد بود.
روشن است که با این فکر جنگ به پایان نمی رسد. طالبان در گذشته هم با مخالفانشان مذاکره داشتند. مثلا این گروه در سال 1997 در اشقابات ترکمنستان و قبل از آن در جینو با سران جبهه متحد گفتگو کرد. در این گفتگوها جبهه متحد حاضر به پذیرش امیرالمومنین طالبان نشده بود. جبهه متحد در آن زمان حتی با خلصلای جنگجویانش مخالفت میکرد. جبهه مخالفان طالبان در آن زمان طرفدار غیر نظامی شدن کابل، ایجاد یک اداره بی‌طرف یا متشکل از تمام نیروها در کابل و در نهایت برگزاری انتخابات بود. طالبان در آن زمان هم انتخابات را رد کردند و حالا هم رد میکنند. آنان در هر دوره انتخابات را یک هدف نظامی اعلام و رای دهندگان را شکنجه میکنند. طالبان تا حال نگفتند که حاضرند مثل سازمان جمعیت علمای هند و پاکستان در یک دموکراسی انتخابی با دیگر نیروهای سیاسی زندگی مسالمت‌آمیز داشته باشند. آنان بر خروج نظامیان آمریکایی و رسیدن به یک توافق محرمانه با واشنگتن و تسلیمی تمامی نیروهای سیاسی افغانستان به امیرالمومنین شام تاکید دارند. آنان که روابط قدرت در افغانستان قبل از کودتای 7 ثور را مطالعه کردند، به این باورند که طالب‌های مدرسه‌های دینی بخش مهمی از جامعه در آن زمان بودند. در آن زمان روستاهای بسیار فقیر در مدرسه‌های دینی دولتی و غیر دولتی ثبت نام می‌کردند تا حداقل 1-2 وعده غذای بخورند و درس هم بخوانند. فارغان این مدرسه‌ها در مساجد روستاها ملا امام می‌شدند. در آن زمان ملاها، مدرسه‌ها و طالبان از سیاست و اجتماع منزوی بودند، ولی طالبان و ملاها در آن مدرسه‌ها احساس می‌کردند به دلیل اینکه به دانش دینی احاطه دارند و کسی در این مورد به آنان همسری کردن نمیتواند. از تمام جامعه یک سر و گردن بلند کرده است. طالبان و مدرسانشان در جنگ علیه شوروی نیز نقش ایفا کردند. طالبان مدرسه های دینی افغانستان و پاکستان در کنار روستاهای افغانستان، جهادیست های خارجی و نظامیان پاکستان علیه نیروهای شوروی جنگیدند. ناکامی تنظیم ها در تشکیل حکومت مشارکتی پس از سقوط دکتر نجیب و هرج و مرج در حوزه جنوب و ده ها عامل دیگر سبب شد که مدرسه های دینی در جنوب تشکیل شود و شاگردان این مدارس با حمایت پاکستان به یک نیروی مؤثر در منازعه سیاسی و نظامی افغانستان بدل شوند. قرار گرفتن یک امیرالمومنین در رأس گروه طالبان فرهنگ سازمانی را در این گروه شکل داده است که بر اساس آن هدف اصلیشان گسترش حاکمیت امیرالمومنین است، نه چیز دیگر. مصالحه ختم جنگ و شکل دهی روابط قدرت در وضعیت پس از جنگ زمانی ممکن است که طالبان امیرالمومنین نداشته باشند و از امارت بگذرند، اما طالبان برای چنین چیزی آمادگی ندارند. مشکل دیگر این است که پاکستان هم قصد ندارد از طالبان ببرد. پاکستان تصور میکند که منازعه این کشور با هند ایجاب میکند که با یک نیروی جهادیست در افغانستان متحد باشد. منازعه هند و پاکستان هر روز عمق و بیخ میگیرد. اگر مخالفت طالبان با نظم جمهوری و مشروعیت انتخاباتی را عامل داخلی جنگ بدانیم، منازعه پاکستان با هند عامل منطقه‌ای این جنگ است که هنوز پاورجا است. مشکل دیگر این است که طالبان و حامیانشان تصور میکنند که نظامیان امریکایی به همه حال خارج میشوند. در کمپاین های انتخاباتی ایالات متحده امریکا نامزدان حزب دموکرات بر ضرورت خروج نیروهای امریکایی از افغانستان تاکید میکنند. در ماه سپتامبر سال 2018 که تازه سفیر خلیلزاد به عنوان مذاکره کننده حکومت ترامپ با طالبان تعیین شده بود، اعلام شد که امریکا از حضور نیروهای خود در افغانستان به عنوان مشوق و برگبازی استفاده میکند تا طالبان در بدل خروج با حکومت افغانستان گفتگو کند، به آتش بستن دهد و مسیر را که افغانستان را به ثبات میرساند اختیار کنند. هیچ نشانه دال بر این نیست که طالبان در بدل خروج امتیاز مذاکره با حکومت افغانستان و آتش بس سراسری را بدهد. هم فکر سیاسی طالبان تغییر نکرده است و هم این گروه حاضر نیست که در بدل خروج نیروهای بین المللی امتیاز بدهد. طالبان شاید حاضر باشند که در مورد جهادیسم جهانی با ایالات متحده با یک توافق محرمانه برسند، ولی حاضر نیستند که بخش از یک نظام سیاسی
کسرتگرا و جمهوری باشند وقت طالبان حاضر نباشند بخشی از یک نظام فراگیر سیاسی باشند. احتمال این جنگ به پایان برسد بسیار کم است. دوستان عزیز سپاس از این که تا این ویدیو با ما همراه بودید. برای ویدیوهای بیشتر و جالب ما چینل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فشار دهید. همچنان ما منتظر پیشنهادات و انتقادات سالم شما جهت بهبود برنامه های بعدی ما هستیم. تا ویدیو و مطالب بعدی، بدرود.